سلام، با توجه به ویدیوهای اخیری که از من در کربلا دیدین و متاسفانه اتفاق خیلی بدی که در این راهپیمایی نجف کربلا برای من افتاد، من خودم رو به شخص موظف دونستم که این ویدیو رو تهیه کنم و یه توضیح کامل و جامع و گویای هر آنچه که به صورت واقعیت توی این مسیر برای من افتاده اینجا توضیح کاملش رو بدم. ببینید، این داستان برای من به شخص اتفاق افتاده، من نمیدونم برای کس دیگه ممکنه اتفاق بیفته یا نه. و الان که من تونستم از عراق وارد ایران بشم و به اولین موکبی که رسیدم خودم رو ملزوم دونستم که این ویدیو رو تهیه کنم. داستان از این قرار که اصلا استارت من به اربعین و رفتنش با خیلی فیدبک های عجیب غریبی هم مواجه شد. خیلی از فالوور های من اصلا مخالف رفتن بودن و الان هم حجمی که به من وارد شده اینه که تو دنبال حواشی هستی و برای جذب فالوور این کار رو کردی. دقیقا میتونم بگم من اولین استوری که گذاشتم توی نجف 2K آنفالو شدم. پس من دنبال حواشی و جذب فالوور اگر بودم، سفرهای خارج از کشور خودم رو ادامه میدادم. این سفر یک سفر دلی بود و به عنوان کسی که رویای جهانگردی داره و دوست داره فستیوال ها و اتفاق های بزرگ دنیا رو به رز نزدیک ببینه، احساس کردم که اینم یک فستیوال راهپیمایی بزرگیه که در یک روز خاص 20 میلیون نفر آدم گرد هم میان. دوست داشتم برم ببینم چرا اومدن، حال و هواشون چجوریه، اعتقاد به چی دارن. این دلایلی بود که توی ذهن من بود. و حالا من وارد نجف شدم و از نجف پیاده روی 3 روزه خودم رو به کربلا شروع کردم. تو اوایل پیاده روی هم خب من پوششم چادر هم با خودم برده بودم، ولی زمانی که زائرین دیگر رو دیدم که حالا هندی، خارجی، پاکستانی بودن، از عمان، اروپا آمده بودن، با تونیک و شلوار بودن و حتی لباس‌های رنگی، منم ترجیح دادم که دیگه پوشش چادرم رو، به دلیل اینکه خب همه میدونی من بک بکی سفر میکنم، وسایل سنگینی هم داشتم، چادر دیگه سر نکردم. ولی نوع پوشش من توی تمام حالا ولاگی هم که میذارم و ویدیوهای استوری اینستاگرام هست که یک تار موی من پیدا نیست و من فکر میکنم پوشش من مورد تایید جمهوری اسلامی بوده، همون پوششی که یک مجری توی تلویزیون میاد. و تمامی زوارهای خارجی هم بعضی چادری و بعضی با این ظاهر بودن، هیچ کسی با اونا کار نداشت. خب من مسیر رو رفتم تا تقریبا به نزدیکای بعد از 3 روز پیاده روی نزدیکای کربلا، 2 خانم ایرانی، زمانی که من داشتم استوری میگرفتم، داستان دقیقا از اینجا شروع میشه، من داشتم استوری میگرفتم، 2 خانم ایرانی اومدن پشت سر من و به من گفتن که چرا با این ظاهر و با این حجاب اومدی اینجا، نباید میومد. و من همونجا که داشتم استوری میگرفتم بهش گفتم شما اومدی پیاده روی اربعین، یاد بگیر تو کار دیگران دخالت نکنی. همین. و من اومدم، مثلا شاید 10 قدم اومدم جلوتر و صدای یک آقایی از پشت اینم که گفتش که برین گوشیشو ازش بگیرین. و زمانی که اینو شنیدم فیلمو استاپ کردم و دیدم که 2 خانم از پشت ریختن سر من و هی گفتن گوشی تو بده، فیلم ما رو پاک کن، فیلم رو پاک کن. تا اینجای داستان فقط این 2 خانم ایرانی بودن و عرب ها اصلا متوجه داستان نشدن که مشکل چیه و فکر میکردن که حالا 2 خانم ایرانی بنا به هر دلیلی با هم دیگه دعواشون شده. و وقتی خانم های ایرانی دیدن که نمیتونن دوربین و گوشی رو از من بگیرن، یهو ایجاد کردن به عرب ها که ویدیو، کامرا، فوتو، نسا، حرام، حرام. و اینجوری به اونها متوجه کردن که این خانم داره از زنهای شما ویدیو تهیه میکنه و داره کار حرامی انجام میده. و بعد از این یهو من متوجه شدم که یه حجمه از صدها نفر عراقی که ریخ سر من و هی میگفتن کامرا، سلفون، موبایل، موبایل، و میخواستم موبایل رو بگیرم. ببینین من توی شرایطی قرار گرفتم یکهو ناخواسته و به دلیل ناموجه، چون پوشش من اونقدر جاهای مختلف رفتم و میدونم هر جایی پوشش مناسب خودشو داره، پوشش من مورد تایید بود، هیچ موردی نداره و هیچ جای دنیا به خاطر اینکه شال کرم رنگ پوشیدی توی گرمای 60 درجه ترجیح میدادم یه لباس فقط شال من کرم بود
اینجوری باید برخورد نمیکنم. حالا توی اون حجمه خانم ها یکیشون دستای منو گرفته بود و یکیشون دهن منو گرفته بود که من دیگه جیغ و داد نکنم که اون جمعیت بیشتر متوجه بشن. و شاید بالای 50 نفر عرب های عراقی که هر کدوم منو میکشید که بتونه دوربین ازم بگیره و منی که نمیتونستم اونا متوجه کنم که اصلا من دارم برای خودم فیلم میگیرم، من برای کسی دیگه فیلم نمیگیرم. و یهو به خودتون بیاین و ببینین که اون جمعیت اربعین یهو بریزه سرت، که من آخراش واقعا دیگه اصلا صدایی نداشتم که کمک بخوام، حتی تمام مدت میگفتم help help call to police ولی هیچکی متوجه نبود. و اینجوری بود که منو از توی خیابون داشتن هدایت میکردن عقب عقب که به موکبی که خالیه بکشونن اونجا تا بتونن که موبایلو بگیرم، ولی تمام مقاومت من این بود که حالا گوشی رو ندادم. و این داستان رو فکر نکنین یه دعوای مثلا 30 ثانیه یک دقیقه بود، شاید یک روب تا نیم ساعت طول کشید و لحظه آخر یک آقای ایرانی که اتفاقی از اونجا داشته رد می شده و بهش گفتن که ایرانی ها دعواشون شده، بودو بودو خودش رو رسون به ما و دید که دعوا شده و اینا، اومد توی اون شلوغی. من دیدم یه نفر رو پیدا کردم که فارسی داره حرف میزنه، به من گفت داستان چیه؟ گفتم من داشتم ویدیو میگرفتم این خانوما اینجوری کردن. و دیگه یه جوری چون عربی هم بلد بود اون عرب ها رو متقاعد کرد که من با ایشونم و خانوم ها رو رایی کرد و رفت. و ببینین من الانم شرایط روی مناسبی واقعا ندارم، نمیتونم اون حجمه و اون جمعیتی که توی چه صدم ثانیه ریخت روی من و چه تنشی و چه استرسی به هم وارد کرده رو واقعا بیان کنم. خب اون آقا به من کمک کرد و گفتش که اونجا موکب داشتن ایرانی ها، گفتم بیا بریم موکب خودمون. من با اون رفتم توی موکب خودشون، رفتیم اونجا نشستیم و من داشتم داستان از اول براشون تعریف میکردم، چون اونا براشون علامت سوال شده بود که چی شده اصلا، داستان چی، داشتم تعریف میکردم که آقا من یه کسی هم که دارم جاهای مختلف سفر میکنم، از هر حادثه فستیوالی فیلم تهیه میکنم. توی این داستان یهو 10 تا عراقی وارد، ما توی کانکس بودیم توی موکب، وارد پشت در کانکس اومدن و تون تون میزدن به در که باز کنید باز کنید باز کنید و باز کردیم، اومدن داخل و خودشونو پلیس عراق معرفی کردن و گفتن این خانم بازداشته. و من مونده بودم که چرا من بازداشتم، چرا؟ علتش اینه که شما وارد کشور ما شدی و بنابر گفته هموطنات فیلم تهیه کردی از زنهای عراقی و اختشاش و شلوغی ایجاد کردی، تنش ایجاد کردی و شما بازداشتی. که حالا اون موکبی که ایرانی بودن، دوتا آقای ایرانی و یک حاج آقا، خب از من حمایت کردن و گفتن که اگه کل موکب ما هم بگیری ما نمیذاریم دختره رو شما ببرین، مگر اینکه زنگ بزنیم سفارت ایران، سفارت ایران بیاد و تکلیف رو کاملا مشخص کنه. و خب اون پلیس‌ها رو حالا من نمیدونم واقعا پلیس، ولی کارت شناساییشون رو مثل اینکه به اون حاج آقا ارائه کردن، لباس شخصی داشتن و اینا، هدایتشون کردن به بیرون از کانکس. و من تنها راهی که حالا اون ایرانیا صحبت کردیم این بود که قاطی جمعیت اربعین در واقع از پشت موکب فرار کردم. ببینید من نه دنبال حواشیم نه چالشم، دلی سفر کردم، دوست داشتم برم ببینم، ولی ضربه روحی که بعد این سفر خوردم و آسیبش خیلی زیاده برام. و مخصوصا فیدبکی که الان از استوریایی که توی اینستاگرام گذاشتم و میگن که دنبال حواشی و دروغ میگی، دروغ داری، کل این حادثه رو داری دروغ. من فکر میکنم من واقعا جرأت گفتن همچین دروغ به این بزرگی ندارم. بخوام دروغ بگم یه دروغ کوچیک‌تر، جزئی‌تر و با یک ملت و یک کشور و یک اربعین در نمی‌افتم. من نمیدونم. و الان خب خیلی‌ها میگفتن که ویدیو بذار ببینین تو اون دعوا و درگیری، من میگم یکی از خانم‌ها دست منو گرفته بود، یکی دهنمو و 100 نفر عراقی که ریخته بودن سرم، اصلا نتونستم ویدیو اونجا بگیرم. اگه میتونستم ویدیو بگیرم خب یعنی شرایط خیلی مناسبی داشتم، ولی اون استوری و ویدیویی که حالا چند ثانیه قبل از درگیری از خانم‌ها رو من دارم و تصویرشون کاملا مشخصه. حالا خیلی از دوستان که نگران حال من بودن گفتن که اون تصاویر خانم‌ها رو اگرم می‌خوای بذاری شطرنجی
کن که مشکلی برات پیش نیاد. ولی با توجه به فیدبک هایی که من توی اینستاگرام گرفتم که شما دارید تبلیغات ضد اربعین میکنی، میخوای حاشیه ایجاد کنی، تصمیم گرفتم که اتفاقا تصویر اون دوتا خانومو بذارم و اگرم قرار مشکلی پیش بیاد من باید شاکی باشم، چون اونها برای من ایجاد مزاحمت کردن. و اگر اون موکب ایرانی نبود و من توسط پلیس عراق بازداشت میشدم، اصلا معلوم نبود الان کجا بودم. به قول اون حاج آقای جنازه منم تا 5 سال دیگه پیدا نمیشد. نمیدونم کار درستی میکنم یا حالا اشتباه، ولی به شخصه این تجربه‌ایه که برای من اتفاق افتاده. من نه تبلیغات منفی نه تبلیغات مثبت میکنم، نه میگم کسی بره نه کسی نره. این اتفاق و حادثه‌ایه که شخصا برای من توی این سفر افتاده، ممکنه برای کسی دیگه اتفاق نیفتاده. و احساس میکنم مثل ولاگ هایی که در مورد هند و پاکستان و خیلی جاها گذاشتم، این هم باید بذارم و اتفاقی که به صورت واقعی 0 تا 100 واقعی هستش رو منتشر کنم. همین. واقعا از لحاظ روحی و شوک عصبی که بهم وارد شده الان اصلا شرایط مناسبی ندارم. فقط ترجیح دادم که حالا این ولاگ رو تهیه کنم که اگر ولاگ های بعدی از سفر اربعین به نجف میاد، حداقل دوستانی که حالا منو دنبال میکنن در از اصل ماجرا مطلع شده باشن. ممنونم ازتون.